21 روز مرداد ماه برابر با 12 اوت سال 1276 خورشیدی برابر با 1897 میلادی، اعدام میرزا رضا کرمانی به جرم قتل ناصرالدین شاه. میرزا رضا کرمانی که در کرمان به دنیا آمده بود، در جوانی به تهران رفت و به دست فروشی و سمساری مشغول شد، تا اینکه رفته رفته مورد اعتماد تجار تهران قرار گرفت. وی پس از آشنایی با سید جمال الدین اسدآبادی سخت مجذوب اندیشه ها و افکار او شد و از همان زمان به فعالیت های سیاسی پرداخت. در پی اخراج سید جمال الدین اسدآبادی از ایران، میرزا رضا کرمانی بارها به گونه کتبی و شفاهی به ناصرالدین شاه و درباریانش اخطار نمود که به جهت بی احترامی که درباره سید جمال الدین روا داشتند کشته خواهند شد. به همین سبب هم میرزا رضا را به 7.5 ماه زندان محکوم کردند. میرزا پس از آزادی راهی استانبول ترکیه گردید و با سید دیدار نمود. وی پس از بازگشت به ایران، در روزی که شاه قاجار در تدارک برگزاری جشن 50مین سال سلطنتش بود، با 3 گلوله در حرم حضرت عبدالعظیم به قتل رسانید و سپس خودش هم دستگیر و پس از محاکمه به دار آویخته شد. سال 1348 خورشیدی برابر با 1969 میلادی، پرتاب اولین ماهواره جهان به نام اکو توسط ایالات متحده آمریکا. ماهواره‌های اکو اولین ماهواره‌های مخابراتی دنیا بودند که به فضا پرتاب شده و پیامی از رئیس جمهور وقت ایالات متحده را ارسال کردند. این اولین پیغام بشر بود که با استفاده از ماهواره فرستاده می‌شد. اکو 1 و اکو 2 این نظریه را به اثبات رساندند که با استفاده از ماهواره میتوان عکس، صدا و موسیقی را به فواصل دور ارسال کرد. ماهواره های اکو بالون هایی با پوشش فلزی بودند و در ابتدا برای مطالعات اتمسفری در نظر گرفته شده بودند، ولی مهندسین مخابرات پیشنهاد کردند که از این ماهواره ها به عنوان ماهواره های مخابراتی استفاده شود. پس از ماهواره های اکو، ناسا ساخت و پرتاب ماهواره های مخابراتی فعال مانند تلستار و سینکام را دنبال کرد و از تجارب به دست آمده از ماهواره های اکو در توسعه این سامان های مخابراتی بهره برد. سال 1349 خورشیدی برابر با 1970 میلادی، در گذشت سپهبد تیمور بختیار رئیس ساواک. تیمور بختیار که در شهر کرد به دنیا آمده بود، پس از پشت سر گذاشتن دروس ابتدایی وارد دانشکده نظام شد. وی طی سالیان بعد مدارج نظامی را طی کرد و پس از جریان 28 مرداد 32 به فرمانداری تهران رسید. بختیار پس از روی کار آمدن منوچهر اقبال به عنوان معاون نخست وزیر و اولین رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک منصوب شد و دارای قدرت فراوانی گردید. وی چندی بعد به درجه سپهبدی دست یافت و تلاش کرد تا از این طریق به سلطنت دست یابد، اما وقتی شاه از این موضوع مطلع شد، او را از کار برکنار نمود. بختیار پس از مدتی از ایران خارج شد و دست به مخالفت علنی با محمد رضا شاه پهلوی زده و با تمام مخالفان رژیم همکاری نمود و سرانجام هم در یکی از شکارگاه‌های بغداد هدف گلوله قرار گرفته و کشته شد.